بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان، حاضران و غایبان، و برای همگان آرزوی بهروزی و حسن عاقبت دارم. ببخشید اگر من صدایم قدری ناهموار و ناهنجار. من یک دو روزی کسالت مختصری داشتم و اکنون از بستر بیماری برخواستم. الحمدلله احوال من خوشه و خوشتر هم خواهد شد. کوشیدم که این جلسه رو برگزار کنم، هم از راه مراعات ادب نزد حضرت مولانا جلال الدین و همچنین یاران اون بزرگوار، یعنی حاضران مجلس و بعض عزم معنوی ما. از قضا قرار بود این جلسه و این درس از منزل دوستان افغان من در لندن القا شود، ولی به دلیل همین احوال ناخوشی که داشتم از رفتن به نزد آن عزیزان عذر خواستم. اما واجب دانستم که در اینجا ذکری بکنم و از دعوتشون و عزم بر ضیافتشون سپاسگزاری بکنم. مولانا البته فقط مال افغانی ها نیست، گرچه با اونها قرابت بیشتری دارد. یک شخصیت جهانی و یونیورسال است، از آن همگان است. اما دیدن عزیزان افغان ما رو به یاد اون افغانی 800 سال پیش می اندازد که 800 سال است که جهان رو و تاریخ ایران رو تسخیر کرده است. دلها و عقول عاقلان و دلدادگان و عارفان رو در قبضه تسخیر خود گرفته است و چنان سفره ضیافتی گسترده است که تا پایان تاریخ گرسنگان رو سیر و سیراب خواهد کرد. ما هم خوشنودیم، مفتخریم و مبتهجیم که از مهمانان این میزبان عزیز هستیم و در خانه او در می آییم، با او می نشینیم، از او می شنویم و غذای روح می گیریم. دنباله بحث محبت پیشین خود رو می گیریم. ببخشید من باز یک مشکلی هم این بار داشتم. ممکن است بعضی از ابیاتی که من می خوانم قدری با مثنوی ادیت شده جناب آقای دکتر موحد متفاوت باشه. نسخه ایشان رو نداشتم و از نسخه دیگری میخوانم که تفاوت‌های مختصری دارد، مغیر معنا نیست. اما این نکته را هم گفتم که به آگاهی شما برسانم. داستانی رو مولانا برای ما گفت، داستان عاشقی که معشوق به او گفته بود که بنشیند، بیدار بنشیند تا نیم تر نیمه شب به دیدن او بیاید. عاشق نشست و نشست، ولی خواب نهایتاً بر او غلبه کرد. معشوق به دیدن او آمد و دید که او خفته است. او را صدا نزد، بیدار نکرد، بلکه آستین او را برید و جیبی درست کرد و چند گردو گردکان در اون جیب ریخت و رفت. صبح که عاشق دلخسته خوابیده بیهوش به هوش آمد و آن گردکان ها رو دید، فهمید که معشوق به او پیامی داده است که تو هنوز به درجه عاشقی نرسیدی، تو هنوز بچه ای، برو گردو بازی کن. لاف عشق میزنی اما دو ساعت نمیتوانی بیدار بنشینی. لاف عشق میزنی ولی هنوز درس صبوری نیاموخته ای، درس بیقراری نیاموخته ای. عاشقی بیخوابی دارد، عاشقی بیقراری دارد، عاشقی فداکاری دارد. کسی که از نیم ساعت خواب خودش نمیتواند بزند، چگونه میتواند ادعای چنان مقام رفیعی رو داشته باشد؟ این قصه رو مولانا در ضمن و در دنباله سخنانی گفت که گویی مرغ با اون شیاد راهب نما میگفت. گفته بودم براتون که در میانه داستان ناگهان احوال مولانا به طور بی سابقه متغیر می شود و خود او بدل به اون مرغ می شود. مرغ نالان، مرغ نغمه خوان
که از سر عاشقی نداها و نغمه ها سر می دهد. و در اینجا یکی از نمونه های نادر مثنوی رو ما می بینیم که مولانا بدون اشاره، بدون کنایه، بدون ابهام و ایهام مستقیما با خداوند که محبوب ازلی است معاشقه و مقازله می کند و از عشق خود نسبت به او، از سوز هجران، از درد فراق، از شوق وصال و از اتحاد و اتصال سخن می گوید. اون هم چه سخنان گرم و داغ و آتشین. داستان از اینجا ادامه پیدا می کند که ای دل بی خواب، ما زین ایمنیم، چون حرس بر بام چوبک میزنیم، گردکان ما در این مطحن شکست، هرچه گوییم از غم خود اندک است. ما از اون عاشقا نیستیم که به خواب بریم، ما مثل اون پاسبان هایی که چوبک میزنند، بر طبل میزنند برای اینکه بیدار بمانند، ما همواره پاسبانوار بیداریم، یعنی بر در دل نشسته ایم و او رو از خواب رفتن منع میکنیم. گردکان ما در این مطحن شکست، مطحن یعنی آسیا، گردکان ما یعنی گردوهای ما، یعنی همه تعلقات ما، هرچه که داشتیم و نداشتیم در این مطحن، در این آسیا شکست. ما گردو نداریم که گردو بازی کنیم، ما تعلقات دیگه برامون باقی نمانده. این در این آسیا به عشق هرچه که ریخته شد همه رو خرد کرد و شکست، چیزی برای ما باقی نمانده که ما دل به او بسته باشیم جز معشوق، جز معشوق. گردکان ما در این مطحن شکست، هرچه گوییم از غم خود اندک است. آزلا چندین سلای ماجرا، پند کنده بعد از این دیوانه را. گفتم آزل با زال از کلمه عزل میاد، عزل با دالزال و عربی یعنی ملامت کردن. کلمه آزل، عزل، عزول در شعرهای عربی، شعرهای عاشقانه عربی بسیار دیده می شود. قال العزول الهوا محال قلت له وقته عرفته. عزول یعنی کسی که عاشقان رو به خاطر عشق ورزی و بیقراریشون ملامت می کنه. مولانا اینجا آزلا ای ملامت کرد، کم ده چندین سلای ماجرا، یعنی چقدر دعوا را می اندازی. ماجرا در عربی لغتاً یعنی اون چه که گذشت، ماجرا اون چه که رخ داد، ولی ماجرا کردن در فارسی یعنی کشمکش کردن. دو کس که با هم ماجرا می کنن یعنی نزاع می کنن. سلای ماجرا دادن یعنی ندا دادن برای اینکه بیاید در این کشمکش، بیاید به تماشای این ماجرا، این حادثه‌ای که در حال رخ دادن است. آزلا ای ملامتگر، چندین سلای ماجرا، یعنی چقدر مردم رو به سر ما میریزی، چقدر میگی که بیان تماشا کنین این دیوانه ها رو، این دیوانه های عشق رو. پند کم ده بعد از این دیوانه را، دیوانه رو که پند میدن، پند رو به عاقل میدن، ولی کسی که عقلش زایل شده، عقلش پریده، چه جای نصیحت کردن است؟ نصیحت کردن آسان است، سرگردان عاشق را، ولی که با که میگویی که نتواند پذیرفتن،